حقت، خوشحالی که سهمت، هرچی باشه کمت، قانه نباش سهمت، شادی تو حقت، خوشحالی که سهمت، هرچی باشه کمت، قانه نباش سهمت. خواهدار ما بپلی خنده خنده مانه واسه ها بتره یا خنده مانه، چشم بدیده قر نزنم قر نزنم، خوش کنم به مشکلات عدیده، هر کی نخنده تبعیده، بله درسته یه تحقیده، بیفتی رو خنده شدیده، دل درد نگیدی بعیده. دور ما بپلی خنده خنده مانه واسه ها بتره یا خنده مانه، دور ما بپلی خنده خنده مانه واسه ها بتره، بزن خنده مانه بزن خنده مانه. هولی هولی چرا تو جوان هستم در کسی هستیم اینجا حالتون چطوره؟ عالی. بابا خدا رو شکر حال منم عالی. حال خانمانی تو خونه؟ عالی. و حال آقای امیر فضلی؟ عالی. بی نظیر. به 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 افتخار امیر فضلی. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. سلامت. اینجا یه اتفاق با خندداری افتاد، من از یه جو بردیشتی که نتونستم بگم، خندم گرفت. یه نفر همزمان با من رامبد جوانش رو هم گفت، بعد باشه من قاطی کنم دیگه، ول کردم دیگه. خب خیلی هم عالی، خیلی خوش اومدید، خیلی زیاد، و ایشالا امشب شب خوبی میشه، کلی کیف میکنیم و میخندیم و اتفاقات باحال و چیزه باحال هم یاد میگیریم. اون لطفا آقا یه سوال، قطعا خیلی آمون یا یه تعدادمون، نمیتونم حالا بگم، سعی میکنم قضاوت نکنم، ولی فکر میکنم خیلی آمون تصورمون اینه که اصولا فلسفه خیلی به درد نمیخوره، یا لااقل فکر میکنم خیلی همون رغبتی به این که کتاب فلسفی رو ورداریم بخونیم نداریم. آیا آری یا آیا نه؟ اونایی که موافقن که خیلی سراغ کتاب فلسفی نمیرن دست بالا. اونایی که سراغ کتاب فلسفی میرن دست بالا. ولی خیلی مثل که با قدرت این کار انجام نمیدین چه اینجوری. خیلی خوب، خیلی عمالی. اصولا نظرات فلسفی میتونه که خیلی به زندگی ما کمک بکنه در تحلیل این که چطور میتونیم با یه سری از موضوعات زندگیمون حتی روزمره مواجه بشیم. کسی میتونه بگه که یک نظر فلسفی چجور میتونه رو زندگی آدم تأثیر بذاره؟ شما میتونین؟ من؟ از مردم بپرسیم. سلام عرض میکنم. سلام. به نام خدا. معمولا یک نظر فلسفی در واقع اینجوریه که یک کسی مثل این که بخواد برای کلن فلسفه که اون چیز خوبیه، معمولا برای فلسفه، یعنی به طور کلی کسایی که دوست دارن مثلا حرفی برای زندگی داشته باشن، که مثلا صبح که شما پا میشی و میخوای مثلا صبح دندون مسواک کنی، اگه بتونن مثلا پدر اون کاره که میگه خوبه رو انجام بدین. خوب خیلی ممنونم. من اصلا من از شما کمتر میدونم، متشکرم ازتون. میخوام یک کتاب بهتون معرفی کنم، خیلی ساده و خیلی روون و خیلی راحت.
میتونه که اصلا چیکار کرده؟ آلن دو باتن اومده از 6 تا از فیلسوف‌های معروف و بزرگ تاریخ کمک گرفته، از نظریات اونها و در این کتاب جمع‌آوری کرده راجع به اتفاقات روزمره زندگی. مثلا از نظرات سقراط کمک گرفته بابت اینکه چطور عدم محبوبیت رو چطور نادیده بگیریم. یعنی وقتی محبوبیت اونجور که دلمون میخواد نداریم، این ما رو آزار نده، این ما رو از پادر نگیره، این تبدیل نشه به یک بحران تو زندگیمون. یا مثلا از اپیکور کمک گرفته بابت اینکه چطور مشکل بیپولیمون رو چطور با مشکل بیپولیمون یا کنار بیایم یا چجوری بهش نگاه کنیم که بتونیم حلش بکنیم. یعنی این تبدیل نشه به یک چیزی که ما رو از پا در بیاره، چون همه ما مدام در فراز و نشیبیم تو زندگیمون، فراز و نشیب‌های مختلف، اجتماعی، خانوادگی، سلامتی، مالی و و و و. اگر نگرشمون رو به کمک نظریات فلسفی بتونیم جوری تنظیم بکنیم که از پا در نیاییم، یعنی به نظرم اتفاق بزرگیه تو زندگی هر آدمی باید بیفته. اینا این کمک رو به آدم میکنه. و مثلا یه چیزی رو این توی انتخاب کردم، گوش کنیم، خیلی ساده و راحت و خیلی خوبه. میگه که اگر اکراه دارید که رنج خود را حتی یک ساعت تحمل نکنید و دائما از هر نوع بدبختی ممکن حذر کنید، اگر هر گونه بدبختی و رنج را شر منفوری میدانید که باید نابود شود چون ضعفی در زندگی است، در آن صورت شما در قلب خود پیرو مذهب راحت طلبی هستید. متاسفانه شما موجودات راحت طلب و ساده لوح چیز زیادی درباره شور و نشاط انسان نمیدانید، زیرا خوشبختی و بدبختی دو خواهر دوقلو هستند که با هم بزرگ میشوند یا در مورد شما با هم کوچک میمانند. اینکه زندگی همینه، بالا پایین، خوشبختی بدبختی، سیاه سفید، وسطش خاکستری و و و و و و، حال خوب حال بد، سلامتی ناخوشی، بی پولی پولداری و و، همه اینا. اگه بتونیم با همه اینا بلد باشیم کنار بیایم، همه اینا رو جزء زندگی خودمون فرض بکنیم و همشو دوست داشته باشیم، اون وقت میشیم یک انسانی که از پا در نمیاد و سر پا میمونه و کیف میکنه. پس این آلن دو باتن تسلی بخشی های فلسفه ترجمه عرفان ثابتیه که توصیه ما خندوانه یاست، برای اینکه برین سراغش، مطالعش کنین، با هم دیگه معرفیش کنین، راجبش با هم دیگه حرف بزنین و کیف بکنین. ان شاءالله خیلی هم لذتشو ببرید، براتون فایده داشته باشه. البته بله، اینی که شما فرمودید عرض کردم، خود ما همه میدونستیم که خب اینی که گفتین و همه بلدن دیگه. بله، شما وقتی تنبل باشی این نمونهش اینه که از شادیای دنیا هیچ لذتی نخواهی برد. اینو همه فهمیدن، ما هم فهمیدیم. چیز خاصی نیست فلسفه که اینقدر بزرگش کردید. خیلی ممنون. نکته دیگه البته آها، مطمئن بودم این موبایل من روزی 10 بار میفته، واسه همین من. البته من خدمت دوستان عرض کنم، خیلی از مردم اسمس دادن، ببخشید پیامک دادن به من و در پیامکشون گفتن که آقا شما که اونجایی چرا هی از بدی ها میگی؟ چرا هی میگی گرون شده؟ چرا هی میگی اونجا آب نیست؟ چرا میگی اینا نون ندارن بخونن، پول اونا رو خوردن، اینا بدبختن فلان؟ چرا داری جامعه رو به هم میریزی؟ آقا هی نگو. در عوض شما اینجا که میای بعد وایسی به مردم بگی مردم تو الان که گرونی چیزی نبوده، حالا یه ذره یه خورده گرون شده، یه خورده یه ذره یه چیزایی به هم ریخته، تحمل کنید. اینو از من خواستن. بفرمایید. که بگم مردم تحمل کنید، یه مقدار صبور باشید، صبوری کنید، این مشکلات حل میشه و رد میشه. منم زین پس دیگه نمیگم در این موارد، نمیگم آقا چرا اونجا اینجوریه، چرا اینجا اینجوریه، هیچ کدوم من اینا نمیگم. فقط یه چیز کوتاهی، من امروز یه بقالی بودم، اینو میخونم میشینم. پارسال قیمتای پارسال تا امسال، پارسال یعنی کی؟ پارسال یعنی کی؟ نه قبله، همین قبله، همین قبله، زمستون. آره قبل نوشابه بود 2800، الان شده 3200. کره بود 3500، الان شده 4500.
قبل ایت شیر شده 2700 الان شده 3 تومن. آب میوه بوده 7 تومن شده 8500. چای بوده 2400 تومن الان شده 2790 تومن. روغن سرخ کنی 4400 بوده الان شده 4800 تومن. تون تون این تون قوطی قوطی 6400 بوده الان شده 7400. ماست پون ماست چیه؟ ماست 5200 بوده الان شده 6 تومن. خامه 1600 بوده الان شده 1800. گوشت گوشت 900 گرمی 3600 بوده الان شده 4500. پوشک که بچه تو پیپی میکنه اون دیگه چیه؟ اون 33 تومن بوده الان شده 45 تومن. خب اینا گرون شد اصلا مهم نیست. ایراد جمع بکنی خودش خیلیه. اصلا اینا 200 تومن 200 تومن بله بله. آره رو هم رو هم دیگه فکر کنم مثلا یه 20 تومن شد. بله ولی من دیگه ایرادی نمیگیرم دیگه. فقط اینا چون از بقالی مستند ها، اینا از بقالی خودم نمیگم. از بقال گرفتم گفتم عرض کنم خدمتتون. میشینم بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به کیا؟ شادی برنامه رو تقدیم یه دونه خودم میخوام بگم، نمیپرسم اصلا امروز، همین که خودم میگم. شادی برنامه رو امشب تقدیم میکنیم به این برنامه رو تقدیم میکنیم به کسایی که رنگ لباسشون رو رنگهای شاد و روشن و خوشگل انتخاب میکنن. موافقین؟ رنگای رنگ خوب، رنگ رنگی، به احترامشون بلند میشیم. اینا باعث میشن که آدم نسبت به محیطش احساس خوب پیدا بکنه، نسبت به زندگی حس خوب پیدا بکنه. به افتخارتون. هم بکنیم آقای شاه حسینی، به افتخار آقای شاه حسینی دست بزنیم. سرمان خبرا صفحه خندوانه در روبیکا، اون بالا سمت راست، وارد صفحه خندوانه که میشین اون بالا سمت راست نوشته اینجاشو دوست داشتم. بگیرید دستتون موبایلتونو، در حین تماشای خندوانه هر جاشو دوست داشتین یه انگشتی رو اون اینجاشو دوست داشتم بزنید. این باعث میشه که ما متوجه میشیم شما کجاها رو بیشتر دوست داشتین. خیلی به ما کمک میکنه. متشکرم. این کارو بکنید. و اونهایی که کیا هنوز روبیکان اسب نکردن؟ کیا روبیکان اسب کردن؟ آه همه تون میخواین اون جایزه ها رو ببرین. نره؟ ماشین و اینا. اینجوری هم میتونین نصفش بکنین، یعنی بر خودتون بگیر. بزنین ستاره 7-8 مربع گزینه یک رو انتخاب بکنین، بزنین روش، یعنی برین تو گزینه یک و اتفاقی که میفته اینه که برای شما لینک خود اپ روبیکا رو براتون پیامک میکنه، میتونید نصبش کنید. خب شماره 41. به نام خدا حسین بخشی هستم. شماره 6. 6 آقای بخشی. خیلی هم پاور بانک باحالیه. خیلی باحاله واقعا. چیز درست حسابیه. مبارکتون بشه. شصت و چهار. هانیه کاویار. خانم هانیه کاویان. بله. بفرمایید خانم. شماره 14. 14. $100,000 کارت اعتباری استفاده از شهر بازی. خیلی هم خوب. خب بیا. ۲۳. صدقه شمسایی هستم. خانم شمسایی شماره 7. 7. خانم شمسایی به همراه 4 نفر تشریف میبرید مهمان خندوانه سینما.
فیلمی که دو خوشتون بیاد دوست داشته باشید. هم... سپاس. مخلصم. مخلصیم نوش جان و برید بهتون خیلی خوش بگذره ان شاء الله. فیلم خوب ببینین، کیف کنین. به نام خدا، هادی ملک هستم. هادی ملک بگو. شماره 8. 8. تا حالا جایزه برده بودی تو خندبانه؟ الان مادرم سینما رو برد، من تئاتر رو بردم. آه، اون بردر شماست. شبیه این. آره. مخلصیم خانم شمسایی و آقای هادی خان. بریم بیاییم، بدو. یک، دو، سه، بریم بیاییم. حالتون چطوره؟ عالی. مهمان این بار خندوانه کسیه که خیلی عزیزه، قطعا شما خیلی دوستش دارین. من خودم الان چون میدونم که خیلی دوستش دارم و قطعا شما هم دوستش دارین. همدوره‌ای حامد بهداد، حسام نواب صفوی، پژمان بازقی، برزو ارجمند، سام درخشانی، حامد بهداد، اینا رو گفتم. کیه؟ کام بزدیر با بفرمایید. چطوری؟ قربونت برم. از ادب خدمت باحال‌ترین رامبو در روی کره زمین. قربونت برم. و حضار محترم، بچه‌ها خسته نباشید. خیلی خوشحالم که اینجام. راست میگی؟ به خدا خیلی خوشحالم. آره. دمت گرم. ما هم خیلی خوشحالیم که اینجایی. بگو که اوضاع چطوره؟ چه کارا می‌کنی؟ چه خبرا؟ اوضاع که خدا رو شکر خوبه. خدا رو شکر خوبه. چند روز پیش تموم کردم سریال آخرم و فیلم برداریش رو. آها. و الان توی تایم استراحتم و پر انرژی. در خدمت خانواده؟ در خدمت خانواده و شما اومدم که اینجا تکری؟ در کارگاه تولید خنده شما کیف کنم. مخلصی دمت گرم. نیاز چطوره؟ نیاز خوب، خیلی خوب. چیکار میکنی؟ 400 رو ماشاءالله رد کرد 29 اردیبهشت. ماشاءالله. تقریبا چندین روزه و هر روز چیز تازه داره دیگه. آره. یه چیز عجیب غریبه برای کسایی که بچه کوچولو دارن، متوجه میشن که من چی میگم. مخصوصا ارجنگ متوجه میشه. هر روز چیز جدید، یه حرف جدید، یه ریاکشن جدید، یک واکنش در واقع جدید به حرفای تو و تو احساس میکنی که حالا دیگه اون موجود سومی که تو خونه تو هست دیگه داره هویت پیدا میکنه. آره. حرف مستقله. آره، راجع به حرفات داره نظر میده. آره. مثلا میگم آخ پریشا پام گرفت به میز، پا شد اومد، چی شده بابا کام میز فلان نفر من چسب زخم نه بابا اصلا یادم رفت دردم. آره خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. میشه جونت، خدا حفظتون کنه برم. مرسی. پیتزا آقا، پیتزا شده 17,000 تومن. پیتزا چی شده؟ پیتزا شده 17,000 تومن. بله شما باید هم بخندی چون پول پیتزا رو بابات میده، شما که نمیدی. از کجا فهمیدم پیتزا شده 17,000 تومن؟ مردم عزیز، مردم گرامی، یعنی حداقل 17,000 تومن. من عذرخواهی میکنم مهمون عزیزتون، قدمشون سر چشم ما، ولی مسائل مردم هم اینجا خیلی مهمه. پیتزا چرا شده 17؟ آقای امیرفضلی شدن نماینده مردم در خندوانه، در نتیجه موضوعات مختلف رو اینجا مطرح میکنن. امروز یکی از چیزایی که براش خیلی مهمه بهش داره میپردازه، بهش در اصل گیر داده، اینه که هر چیزی قیمتش از شبه تا الان چقدر رفته بالا. خیلی چیزا رفته بالا به شکل عجیبی. الان گفت پیتزا شده 17 تومن. حالا من از کجا فهمیدم پیتزا 15,000 تومانی شده 17,000 تومن؟ قبل از 15 الان 17. برای اینکه قبل از یک بلیت سینما بود 10,000 تومن، الان شده 12,000 تومن. همین سینما دی. بله همینجا، همین الان به من قیمت دادن. چرا
چرا 2000 تومان رو هر بلیتی که گرون شده؟ چرا همه جنس ها از ای تا الان 200 تومان 400 تومان؟ آقا این کسی که صاحب این جنس هاست کارخونه داره، آقا هر جنسی 200 تومان یا 400 تومان بیاد دوش، روزی 5000 تا بفروشه، روزی میلیارد میلیارد پول میره تو جیب اون آدم. چرا؟ خب عزیز من به همین نسبت هم مواد اولیه هم گرون شده. ببخشید شیر ماست از 550 شده 6 تومان، گاو گرون شده؟ حتما گرون شده. نشه دستگاه شیر دوشش گرون شده؟ یا اون پتویی که میندازن رو ماست گرم کنه کدوم گرون شده؟ آقا نگین اینو، نگین، مردم میفهمن دیگه، مردم هوشیارن آقای جوان، آقای دیرباز، مردم دیگه مردمی نیستن که پری روزی چی به من اینجوری میگی؟ انگار مثلا مسئولیت مملکت دست ما به من چه؟ تریبون منم شهروندم مثل شما دیگه. تریبون داری خب داری میگی دیگه. خب بله من دارم میگم، من دارم میگم. فقط یک چیزی رو به من بگی. سی دی مسخره میکنم. سی دی عزیزان دل، سی دی از 5000 تومان شده 6000 تومان، 1000 تومان گرون شده. چرا چشم ما تماشاچیا گرون نمیشه؟ 1000 تومان قیمت شما گرون شده یا قیمت آقای دیرباز گرون شده؟ چرا مردم باید 1000 تومان بدن به شما؟ بدن به شما سلبلریتی دیا چی؟ همون بالا کاری نداری. این که سی دی گرفتش مگه تو جیب من شما میره؟ من عذرخواهی میکنم چون مردم، ببین من چون من میشینم میخوام بشینم شما بفرمایید، چون مردم اس ام اس زیاد میدن، میگن آقا از این لوس بازی ها موبایلش هم نیست مگاپیکسل، نیست مگاپیکسل. آفرین خیلی معذرت میخوام، خدا شاهد قصد مسخره کردن نداشتم. نه همینطوری خندیدم به شوخی. میدونم به دوگه بر بخور حق داری. من حاضرم اینجا تیکه پارشم، مردم شاد باشن بخندن. مردم گفتن، گفتن که آقا الکی نپرسین از مهمونتون دیشب کجا بودی، روزا چیکار میکنی، به ما هیچ ربطی نداره. الان راجع به این قضیه بگین، این 1000 تومان رو کدوم جیبتون میره؟ بفرمایید نشستم بفرمایید. چی هزار تو جیب ما نمیره؟ من میگه تو کدوم جیب؟ همین بگید، توضیح بدین. من به من توضیح ندید، به مردم توضیح بدید. آقای امیرفضلی واقعا اینا تو جیب ما نمیره، سیستم تولید وجود داره. اینکه سی دی قیمتش افزایش پیدا میکنه خیلی چیزاست، به ما ربط نداره. واقعا بازیگرای دستمزد مشخص دارن، کارگردان دستمزد مشخص دارن، تولید میکنن، اونا دستمزدشون رو میگیرن. بعد این مسیر تولید چه اتفاقاتی داره توش میفته، بعد تولید سی دی، بعد توزیع تبلیغاتش و اینا، دیگه واقعا دست ما نیست، به ما ربط نداره. تشکر میکنم از توضیحتون، اینی که خودم هم میدونستم چرا دستمزد خودم اومده پایینتر بذاری که بره بالاتر. حالا این پولا کجا میده رو شما میتونین توضیح بدید. خب آقا ببخشید مسئله خیلی جدی شدی، ما باید جوابگو میتونیم شدیش کنم. سریال چی بود؟ یک سریالی بود به اسم شرایط خاص، برای وحید امیرخانی بازی کردم، کارگردان جوونیه. یه فیلمی کار کرد که خیلی هم اتفاقا مورد استقبال واقع شد به اسم فی مدت معلوم، در مدت جواد عزتی بازی کرد. فیلم پرفروشی بود و کمدی. این سریال هم بعد از حدود فکر کنم 3 یا 4 سال که من مدام کارهای جدی و تلخ و تراژیک داشتم بازی میکردم، خاصه کارهای سعید نعمت‌الله که سه تا پشت سرم کار کردم، خیلی هم خودم عوض کار کمدی و شیرین کرده بودم، همین که به هر حال مخاطب خیلی اینو میگفت و من از نابرد رنج به این ور کار کمدی نکردم. خیلی سال شده بود. و این که پخش میشه؟ بنا بود که برسه به ماه رمضان ولی خب نشد و فکر میکنم ایشالله پخش تابستونی خواهد داشت، شاید مثلا یه هفته دو هفته در روز. آره بزودی. آره بزودی تو مرحله شرایط خاص. شرایط خاص آره، یه کار کمدیه ولی نه کمدی قشقش خنده، کمدی در حد همون نابرد رنج، شیرینه لبخنده. آره. و کیا این؟ هستم خدمت نادر سلیمانی عزیز، هستم خدمت سرکار خانم پروانه معصومی، هستم خدمت مریم سعادت، خانم مریم سعادت هستم خدمت شما هر ساعت که، و خدمت بهرام افشاری هستم. آره بهرام پر انرژی و دوست داشتنی خیلی. آره اصلی ها همینه که خدمت شما هستم. آره ان شاءالله کیف میکنیم. این که کار جدی انتخاب کردی تو این چند وقت، انتخاب خودت بود؟ یعنی اصرار خودت بوده که کمدی کار نکنی؟ نه اصلا اصرار نبود. نه اصرار نبود، ولی به هر حال تو بهتر از من میدونی، از بین مثلا حالا
یک دو ان پیشنهاد به هر حال باید یکشو انتخاب کرد و این انتخاب بهترینشون این کار جدیا شده جدیا بوده آره. و اینکه من و سعید نعمت الله دوست داشتیم که با هم دیگه یه سگانه کار بکنیم از میکائیل شروع شد از اون سریال پلیسی و به زیر پای مادر ختم شد که پارسال ما رمضان پخش شد این کار خوبی هم بودن لطف شما واقعا همشون کار خوبی لطف شما من قلم سعید رو دوست دارم سعید واقعا خوبه و به حال دوست داشتم ولی این فاصله که یک کوچولو از من از قلم سعید و سعید هم از نوع بازی من گرفتیم به نظرم برای جفتمون خوب بود و این باعث شد که من بتونم یک کار کمدی رو انتخاب بکنم که آره چون من خیلی کار کمدی رو دوست دارم و به شدت کار سختیه به شدت کار حساسیه و یک سریال عادی اگر در نیاد تهش میگن این سریالی بود که پخش شد ولی یک کار کمدی اگه در نیاد تبدیل به فاجعه میشه آره آبروریزی میشه فاجعه میشه آره. و این خیلی بده خیلی حساس و ترسناک و یکی از وحشتناکترین چیزه برای استنداپ کمدیان اینه که توی لحظه که همه نشستن دارن اینجوری نگاه میکنن یه شوخی خیلی خوب طراحی کردی میگه همه اینجوری نگاه میکنن خیلی تمام چیدمان ذهنش میریزه اونجا بدبخت همه چی آوار میشه رو سر بله بله خودمون روزو نگیره برای هیچ برای هیچ کمدیانی واقعا خب خیلی هم عالی سخت ترین تصمیمی که در زندگیت گرفتی چی بوده داره دوچار بحران شدی بحران که خب آره همه آدم دوچار بی پولی شدی بله خیلی بی پول بله پارسال آره پارسال همین موقع آره پارسال همین موقع با وجود همسر و فرزند و آره بچه‌م 3 سالش بود آره به هر حال توکل کردم به خدا و به این به هر حال دوچار اون بحرانی که حالا تو حرفه ما که هیچ پیشنهادی نداشته باشم نه خدا رو شکر نشدم ولی دوچار این بحران شدم که پیشنهادامو دوست نداشتم و چیکار کنه هیچ دیگه انقدر قبول نکردم تا اینکه دوچار همون بحرانه شدم و خدا همیشه همیشه خدا در لحظه آخر با بی پولی چه جوری کنار اومدی؟ به هر حال با قرض و قوله و کمتر در واقع خرج کردن و مدیریت کردن زندگی و یعنی همین کاری که همه بقیه آدما میکنن یعنی برخلاف تصور فکر میکنن که مثلا بازیگرا یک آدمای افزا اومده مثلا میلیونر میلیاردرن که امیدوارم البته تو همکار ما که هستن خدا بیشتر بهشون بده ولی به هر حال مایی که به هر حال انتخاب کردیم از روز اول که آقا کاری رو که اول در درجه اول من خودم دوستش داشته باشم آره دوستش داشته باشم و بعد حتما انشالله تماشاشیم هم دوستش خواهد داشت من این عهد رو با خودم از روز اول بستم چقدر حالا موفق بودم نمیدونم ولی این باعث شد که من به مثلا به 90,000 تومان تو ته حساب من برسم یعنی به دوران تو کلا دارایی حسابت 90,000 تومان آره. آره ولی خب خدا همیشه دستمون گرفته و میگن بچه که میاد به خودش روزی هم میاره خدا رو سر زحمت تبش این شکلیه دیگه نمیذاره به مو برسه ولی پاره نشه چه بول خدا حفظتون کنه تصمیم سخت تصمیم برای این که اگر بچه‌م دختر نشد چیکار کنم نه بابا آره یعنی انقدر جدید باید خیلی من دختر من اصلا شاید اگر که مطمئن بودم تقلب خدا بهم میرسون میگفت بچه دختر خیالت راحت باشه شاید مثلا 10 سال زودتر بچه دارم میشدم از ترس اینکه پسر بشه چرا؟ ببخشید آقای اون معذرت رو دوست ندارم خانوما زنگ دست میدونم آره حتی به خانوما گفتم پسر احساس ضعف کردم گفتم اینم عوضش میکنم آشنا دارم چه تو بیمارستان هست چه دارم عوضش میکنم که بیهوشی من عوضش میکنم این هم دخترمون یه دختر هم دارم جان من چرا این تأکید برای چیه نمیدونم احساس میکنم دخترها باوفان برای پدرشون برای تو مگه پسر بیوفایی بودی برای پدری سعی کردم نبوزم ولی به هر حال احساس میکنم که دخترها باوفاترن واسه شوهر کنه بره بهت میگه دست میخواد بکنه باشه تو پسر دادی آره. آدار دفاع میخواد فردا یه خواستگار بیاد بیریخ بگی نه بگه همینو میخوام نه همینو میخوام واسه بهت میگم ببین معذرت میخوام من جسارت کردم نه راست داری میگی آره واقعا اگه بزرگ شد و عاشق پسری شد که چه رفتی داره زندگی که مگه نه تو چیزی من نمیگم در انحصار پدرش باشه پدر و مادرش باشه آره اینو جواب بده اصلا ولی عاطفی اینجا رو بگو یعنی واقعا اگر یک روزی چون تو این دوز از عاشقی پدر به دخترش
قطعا دلش میخواد همه چی براش بهترین باشه. اگر عاشق پسری شد که از نظر تو اصلا بهترین نبود، معیارهایی که تو دوست داری رو اصلا نداشت، چیکار میکنی؟ این خنده یعنی کاملا معلومه میگه عمرن اگه بذارم بره راه هایی رو بلدم که نذارم. ما هم یه راه هایی برای خودم بلدیم. ببین واقعا فکر نکردم بهش، چه موقعیت سختی داری من قرار میدی بهش فکر نکردم و دلم میخوادم جوی پله پله با بچم برم جلو. اصلا به اون فکر نکردم، کما این که فکر نمیکنم که اگر که مثلا فرض کن من رفتم ازدواج کردم، همسرم رو از خانوادهش جدا کردم، نه این شکلی نیست. به نظرم حتی یه دونه اضافه کردیم به خانواده. میفهمم، ولی نکته اینجاست که تو بگی آقا من میخوام مثلا این مرد چه میدونم مثلا صاحب این ویژگی ها باشه و هیچ کدوم از اون ویژگی ها نداره، قضیه نیست که دختر رو برمیداره میره. من حالا واقعا احترام دوست دارم بذارم به خواستش. حتی قبل از اینکه دنیا بیاد به این فکر کردم که اگر شاید علارغم میل باطنیم اگر که به سینما علاقه من شد خواست بازیگر بشه چه کار بکنم که اسمش با فامیلیش بیاد. حتی نشستم به این فکر کردم که نیاز دیرباز مثلا یه وزنی داره، چون خودم علارغمی که بابام نمیدونسته که من قراره هنر بشم، ولی کامبیز دیرباز آره تو وزنش اولین بروشور تئاترم که دیدم چون مثلا اسم خودم دوست نداشتم، همیشه به بابام میگفتم بابا چرا اسم من مثلا فرشاد نذاشتی، نمیدونم چرا فرشاد دوست داشت. بعد دوست داشتی آره فرشاد دیر بعد آره بعد که بروشور تئاتر اولی رو دیدم دیدم گفتم بابا چه اسمی گذاشتی، خوبه میاد به هم دیگه. برای همین خیلی فکر کردم به اینکه آره نیاز دیرباز یه وزنی داشته باشه، شاید حالا مثلا خواست هنرپیشه بشه کس چه میدونه. و به من گفتن تو جلوش نمیگیری، گفتم قطعا که نه، احترام میذارم به سلیقش. تش جدایی و طلاق دیگه اتفاق نمیفته که، ولی میارزه که آره به خواستش احترام بذاریم. به حال دمت گرم. فوتبال چه خبر؟ آه تو عضو افتخاری تیم پرسپولیسی. بله خیلی پرسپولیسی نه؟ خیلی پرسپولیسی هم. بله خیلی پرسپولیسی هم. این دو دو استقلالی ولی تا تو اینجوری بودن انگار زیر دماغش یه بوی افتضاح رو افتاد. آقا استقلال نباشه که پرسپولیس معنی نداره که، باید استقلال هم باشه، استقلال هم باید همیشه بالا باشه که پرسپولیس هم معنی پیدا بکنه. نه جدی دارم میگم بخیر. معلوم نمیدونم این تعریف بود نه نه واقعیت بود، واقعیت بود. یعنی همیشه وقتی که رقیب بالاست شما در واقع معنی پیدا میکنه بردن نبردن، بالا رفتن نرفتن، تیم ضعیف که به درد نمیخوره یعنی جذابیتی نداره. برای همین به هر حال هر کسی خیلی طبیعیه دیگه که یک طرفدار استقلال یک طرفدار پرسپولیس. چی میشه آدم این انتخابو میکنه؟ من چون اصلا فوتبالی نیستم، تو میدونی من هیچ فوتبال نگاه نمیکنم. میدونم ماها پرسپولیسی نمیشیم، ماها پرسپولیسی دنیا میاییم. من پرسپولیسی این نگاه کن چقدر خوشحاله، چشاش خرق شده. و پرسپولیسی هم از دنیا میریم در حال این شکلیه دیگه، انتخابی نیست. تو و پژمان و سام خیلی با هم ایاغ و همراه بودین همیشه، درسته؟ بله هنوزم هستیم، هنوزم این رابطه هستیم، ولی کمرنگ تر. کمرنگ نشده، ببین میزانسنش مدلش فرق کرده به خاطر اینکه هر ستامون بچه دار شدیم. وقتی که شما مشغولیتاتون زیاد شد تو زندگیت میاد، داستانت فرق میکنه، لایف استایل مدل زندگیت عوض میشه. پژمان که خب دخترش دیگه الان ماشاءالله آره خانومی شده و داره دیگه دبستانم یواش یواش تمام میکنه، ولی این یه خورده چیز کرده و گرفتاری های روزمره زندگی. آره میدونی به هر حال ما 24 ساعت بیشتر در طول شبانه روز فرصت نداریم هممون. برای همین ولی نه، هر جا که احساس کنیم که به یه مشکلی داریم واقعا اولین نفر میدونیم که مشکل رو حل کنیم. جوک بلدی بگی؟ تو طول برنامه فکر میکنم میگم، از هر جنگ کمک میگیرم، هر جنگ گنجینه جوک داره. یه جوک بگو؟ یه جوک بگو از یکی زیپه ایشونو باز بکنه، به نفش کنی زیپش. زیپشو باز کن، باز شد. یه روز یه مرده سریع شروع کرد،
میره میخوره به نرده. یعنی واقعا حاضر نیستم دیگه هیچ وقت این جوکو بشنوم. خیلی تکراریه. بس آره بابا تو خیابونم همه تا همه جا هست. یه روز یه کرمه در ماکارونی واز میکنه، قابلمه ماکارونی میگه آ عجب سنایی. یه خدا رحمت کنه آقای کیارستمی بزرگ رو، خدا رحمت خدا ان شاءالله که روحشون شاد باشه. ایشون یه جمله‌ای فرمودن من همیشه تو ذهنمه، گفتن که من یکی از روحایی که تشخیص میدم طرف بازیگر خوبیه یا نه اینه که خوب بلد باشه جوک تعریف کنه. ای. به خدا ما تو سرین داشتیم فیلم پرویز شهبازی رو کار میکردیم عیار 14، ایشون اره. افتخار دارن یک شب مهمانه. چه باحال به تازگی دوباره دیدمش عیار رو. اره. ممنون. بعد دمتون گرم قربونت. بعد ایشون یک شب مهمان ما بودن اونجا، تو اون شب این فرمایش فرمودن و من بعدن خیلی به این جمله فکر کردم چقدر جمله درستیه. گفت یه کسی که بتونه یه جمعی رو دست بگیره براش جوک تعریف بکنه و همه اون همه رو مجبور کنه که اونجا کو تا آخر گوش کنن و خنده بگیره، این یکی از نشونه‌ها اینه که بازیگر خوبیه. چه باحال. آره در اشل بزرگتر خود در خندوانه در واقع. چاکرم. خب احترامت واجبه خاندایی، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قده نخود مردونگی رو کرد تا من واسهش یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کلک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم خنجر کوبید تو این جیگرم. این نظام روزگاره، یعنی این روزگار خاندایی، نزنی میزنند. خب این جمله رو یه بار شیطانی بگو. شیطانی میخوایی پاشی بری اینجا که همه ببینیم. خانم ها آقایان، کامبیز دیربار. احترامت واجب خاندایی، اما حرف از مردونه گزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قد این خود مردونگی رو کرد که من واسه خروار رو خواهم؟ این دنیا همش واسه من کلک بده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم خنجر کوبید تو این جیگرم. این روزگار خاندایی، نزنی میزنن. شیطان های خونه ما این شکلی هست. اکو دارن شیطان های خونه ما اینجا. اکو دارن. خب حالا ترسیده. ترسیده؟ آره. دیگه بغیر از ترسیده چی داری؟ عصبانی؟ چون این آره این دیالوگه ترس توش نیست. عصبانی؟ ببین هیتلجر توی یه چیز بگیر اینو میخواستم تعریف کنم. هیتلجر توی فیلمی که بعدش هم دیگه مرحوم شد و فوت کرد، جوکر. آره آره جوکری که بازی کرد یه سکانسی داره که بتمن داره میزنتش و این داره کتک میخوره، تمام بازیش اینجوریه و تمام جملاتی که داره میگه داره تهدید میکنه. خیلی کنتراست عجیبی داره اون سکانسه. بله. هر چی داره میگه داره تهدید میکنه که میکشم این کارو میکنم. بله. این کارو و جملات آرامش توشه. بله. یعنی ولی یعنی چیدمان کلمات آرامش توشه، از ترس نیست. خدا بیا آموزش. برای همین زود مرد دیگه، فشار بهش اومد. خب عصبانی رو بگیم. احترامت واجب خانه یه همه حفظ مدونگی نزن، هیچ خوشم نمیاد بابا. کی واسه من قدر یه نخود مدونگی رو کرد که من واسه یه خواه رو کنم؟ اصلا ما نریز به هم دیگه خانده. این دنیا همیشه واسه من کلک بود و نامردی. من به هر کی گفتم نوکرتم کوبی توی این خنجر، توی این جیگرم خنجرشو کوفتشو. این نظام روزگار. نخند خانم، نخند آقای، نظام روزگاره. این یعنی روزگار خاندایی، خانم و خاله، عمه، عمتون، نزنی میزننه. بریک الله. یه دونم هر جور خودت دوست داری. عاشقانه بگو. آقای خاندایی احترام تو واجبه خند. ولی بس ایتا دو دقیقه بس، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ عمل خوش نیه. هیچ اصلا صحبت نکن. کی واسه من قد دین خود مردونگی رو بکنه که من واسه چی خروار رو بکنم؟ نه خدا وکیلی، خدا وکیلی
ما به هر کی گفتیم نوکرتم خندهی به جان تو به جان تو با خنجر کوبی تو این جگر ما. اینه دیگه روزگار خان، نزنی تر زنن. تو کجا بودی آمدی؟ من تهرون دنیا آمدم. ولی کجایی هستی؟ پدرم شاه سواریه و از علاقه زیادی که به اون شهر دارم همیشه همه جا گفتم من شاه سواریم و همیشه گفتم حیف که تهرون دنیا آمدم، ولی من خودم یک شمالی میدونم. شاه سوار ولی تو مرز مازندران و گیلانه. گیلان. آره. این آخر یه تلاشی بود برای صحبت کردن گیلانی پر از اشکال. و اصولا سنگینیت کدوم طرفه؟ سنگینی اون همیشه سمت گیلان بوده. گیلان. آره. آره. گیلان بوده. خیلی بود. یعنی اصلا مازندرانی رو نه بلدم نه میفهمم کسی که صحبت غلیظ بکنه، ولی گیلکی رو شاید 60-70% میفهمن که چی میگن. خیلی هم قشنگ. ببخشید سرتون درد. مخلصیم بابا، دمت گرم، خیلی زیبا بود. بریم بیا. نه. فوتبال هم بازی می‌کردین شما توی تیم هنرمندان؟ بله، و بازی می‌کردین. هنوزم همچنان بازی می‌کردیم. خیلی هم این تیم استاندارد کیفی نداره، یعنی شما میدونید همیشه با هر سنی با هر وزنی نه با هر آمادگی بازی کنین توش. و این تیم هست؟ نه 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 تیم هست، ما هم هستیم. شبیه مهمونیه ما به نیمکت نزدیکتر میشیم. مثلا 10 سال پیش فاصله داشتیم من نیمکت، الان دیگه نزدیک تقریبا. آره دیگه، مثلا درصد نیمکت ما بیشتر میشه دیگه، چون ما فوتسال بازی میکنیم که تعویضش آزاد باشه. هی میریم تو هی جوری میکنیم تعویض میایم بیرون. یعنی این اتفاق بیشتر شده. آره. بریم بیایم، بریم بیایم، میخوایم با هم دیگه یک مسابقه دارت و پنالتی بدیم. عالی. بریم بیایم اونجا. 1-2-3 آقای محترم جونم. عزیز دل من، 5 مخلصتم، خدا نکنه زنده و پاینده باشی. 5 تا پنالتی، 5 تا شوت آزاد میزنیم. خب. 2 تاش پشت پا باشه. آره. خب. بریم هر کی برد. میتونی 5 تا تو پشت هم بزنی، میتونیم یکی در میون بزنی. خب شما دوست داری اول شما بزنی من بزنم؟ 5 تا تو پشت هم میزنی؟ بزنیم بهتره، بخاطر یه قلقگیری میشه. قلقگیری میشه. 5 تا تو پشت هم خودش میزنه. من بزنم؟ آره. 2 تاش پشت، بقیه جلو. یعنی 3 تا در واقع بزنم. چشم. بخشید. What's that?
تعریف کنید. متشکرم. خانم آقایان، کامبیز دیرباز. آقا یک گل زده در خانه حریف دو تا حساب میشه. آها اینجوری شد. بله من تو خونه شما گل زدم. خیلی خوب. ولی به هر حال شما بردید. خدا خیرت بده، من چون نمیبرم یه برم که تونستیم گل بزنیم. حالا یک مسابقه دارت با هم میدیم. خب آقای شاهسنی دارتو بیار. هر کی باخت بقیه رو بستنی میده. یعنی در نهایت جا بستنی تونو میخوریم. بله شما بستنی تونو میخوریم. بله بریم. آقا دقت بفرمایید. هر کی سه تا، یعنی در اصل هر کی 9 دارت پرتاب میکنه. سه تا. باش آقای شاهسنی آماده این که محاسبه کنیم؟ شما بچه ها بفرست بستنی بگیرن از الان بنازن. بستنی گرفته شده. گرفته شده. بله بله. چون به هر حال یکی اون بعد بستنی میده. ما که بستنی گرفتیم. خب بفهم شما شروع کنید. خب چشم بچه ها دوازده و سه پونزده هیچی نیست، یعنی اصلا هیچی نیست. من ازدادم کتم ندارم. معذرت میخوام، ببخشید چون فوتبال باختم، یکی سعی میکنم ببرم. خب باید تو ببرم. من خیلی اهل مبارزه و رقابت. وای سه بیست و سه میشموری دیگه. 15 23 خدایا بچه تشویق بچم با چهار سی چهر 12 و 18 30 10 چهر. خیلی فاصله گرفتی، خیلی فاصله گرفتی. ممنونم. دو و پونزده سی و سه و بیست و سه پنج و شش. سی و سه بیست و سه پنج و شش. شما پنج و پنجی؟ پنج و شش. وای خدای بزرگ، وای چه بازی نفسگیری شد. الان دست سوم شروع میکنم. بله دست سوم. یه دونه عقبم. یا خدا بزن با ترکان را بود. ترکان در تو آقا تشویق کنه. شش و هفت سیزده و یازده هیجده و شیش بیست و چهار. حواستون هست عددا؟ تو بردید. دیرباز اومدی به خندوانه و کشتمت. لعگرد آفر. آقا موافقین اینجوری بشینیم؟ خواهش میکنم. یا شما پیش آقای امیرفضلی یا اینجا؟ من پیش ارجمند میشه. بفرم لطفا. آخه آرزو چیه؟ آرزو. یه آرزو بکن. سلام، همینجوری که هستم سلامت باشم و بتونم بیام پیش شما و مردم حال کنیم، بگیم بخنیم کارمون ادامه بدیم. همین واقعا واقعا بچه ها بستنی رو الان جلوی دوربین نمیخوریم. ضبط که تموم بشه بستنی گرفتیم، ولی بعد دیگه اینجوری بشیم جلوی دوربین همین. خب نه
با اجازه همه مردم عزیزی که اینجا هستن، حضاران محترم عزیز، چند تا از شهروندان عزیز حضار جمع حاضره همون دیگه، حالا چند نفر از مردم عزیزمون، دوستامون پیامک های چند تا از مردم عزیز رو من دارم براتون میخونم. آرش سین گفته که خوش به حال شما بازیگرا، همش عشق و حال میکنید. نادر خویی گفته شما کارم میکنی. سمانه ام گفته نمیرید از خوشی. آقای بابا خان گفته کاش ما هم هنرپیشه بودیم، تفریح میکردیم، بهمون جاش پول، بهمون حقوق میدادن. بعد سفیر گفته من آرزو داشتم یه دارت داشته باشم. جاوید هم گفته کاش فاصله طبقاتی نبود، شما خوش باشی. واقعا کاش نبود، کوفتتون شه. این نظر نفر آخر بود. کام بیزونم نوه اون واقعا گفتتون بشم هست؟ بله. آها. نه نظر یک خود... نفر آخر کردم از خودش گفت. نه نه اون اسمش مخفیه، نوشته آقای مخفی. آقا بوده، خانم بود نمیگفت. نظره قابل احترامه. بله بله، هر نظری محترمه. نظر نیست، توهینه کفتتون بشه. آره نه، اون اگه کفتتون بشه به نظرم دیگه زیاده رویه. دیگه نوشته یکی دیگه گفتم بخونم. آقای مخفی، اسمش آقا مخفی. اصولا من نمیدونم رامبد کار راحت هم مگه داریم؟ یعنی واقعا کاری که درست انجام بده قطعا راحت نیست. اصلا نداریم کار راحت، هیچ کار راحت، یعنی راحت ترین کار شغل دنیا بابا پولداریه دیگه. یعنی آره بابا پولدار باشه این راحت ترین شغل درست، بقیه کار خیلی سخته. یعنی شما واقعا مخصوصا حالا من چون همسرم معلم دبستانم هست، اول دبستان خیلی سخته. آره و واقعا دارم میبینم، یعنی متاسفانه قشر معلممون یه خود باید دفاع کنم اینجا، واقعا قشر کم درآمد و پرکار و اینا پوستشون کنده میشه تا یه مش مثلا بچه کلاس اولی 7 ساله رو سواددار بکنن و آخر سال اینا خودشون اسم فامیلشون رو مینویسن و تشکر میکنن و اون نامه هایی که آخر سال مینویسن و تشکر میکنن از معلمشون با خط خودشون، بسیار اینا نامه های به نظر من چیزه، یعنی اینا به نظر من پیامک های بهشتیه، اصلا با هیچی قابل مقایسه نیست. ولی متاسفانه حقوقاشون خیلی کمه، خیلی کمه. امیدوارم که یه روزی به قشر معلم، چون همه جای دنیا مخصوصا ژاپن من شنیدم که یکی از بالاترین حقوقا رو معلماشون دارن. بله. که اینجا این شکلی نیست و این موضوع خیلی ساله که مطرح میشه، که یعنی من تا یادم میاد در مثلا چند دهه گذشته، لااقل مثلا 3 دهه اینو یادم میاد که همش آدمای مختلف داره گفته میشه که معلم‌ها در شرایط سختی ان، معلمی ارزش لازم براش گذاشته نمیشه، حقوقشون کمه، درست دیده نمیشن و همیشه همینه و انگار اصلا قرار نیستش اصلا درست شه. اون چیزو بگو، دوئل، یه خود از سختی دوئل بگو، زیر بارون تو زمستون. آخ آخ آخ، یه سری ماجرا تعریف کن از راجو سختی کارمون. آره بگو. ببین آخه ما هر چی بگیم به حال بیننده حق داره بگه آقا خب پولشو داره میگیری، یعنی منتی سر کسی نیست، ولی کار سخت و حال مثلا همیشه همه کارا آپارتمانی و داخل شهر این حرفا نیست. حالا فیلمی که من با ارژنگ با همدیگه کار کردیم، درسته که جزء فیلم کمدی بود اخراجی ها، ولی اونم فیلم سختی بود. به هر حال ما تو منطقه و توی شهرک دفاع مقدس که در واقع دکور منطقه بود، سختی های اون منطقه رو چشیدیم. دوئل خب یه خود فراتر بود، به خاطر اینکه تمام اون اتفاقات واقعا اتفاق افتاد. اون موقع هنوز ما مسلط به تکنولوژی کامپیوتر و یا اصطلاحاً ویژوال افکت نبودیم. همه انفجارها و همه تیراندازی ها، تک تک تیراندازی دوئل همه اتفاق افتاد و خب این کار سختی بود دیگه. 4:30 صبح به حال من یادم اون موقع سرویس، خب الان مثلا سرویس میاد دنبالمون، گاهن برامون منتظرم وای میسه تا ما آماده بشیم. اون موقع سرویس میگفتش که بیا سر مسیر، مثلا فرض کن 2-3 کیلومتر اونورتر خونه،
سر ساعت اگه نباشیم ما میریم و واقعا میرفتن. آره صبر نمیکرد. بعدی خود بعد میرفتی؟ آره دیگه 4 نیم صبح من پا میشدم میرفتم یه رو به 5 اونجا که 5 سرویس بیاد ما رو سر را سوار کنه ببره. ولی خب با لذت این کارا رو انجام میدادیم و به خاطر که عاشق این کار بودیم. همه کارا کارهای سختی خودشو داره. من خیلی دارم نمیخواد از هنرپیشگی سختیاش حرف بزنم چون یه خود گارد ایجاد میکنه. همه کارا به نظرم کارهای سختیه، ولی به هر حال اینی که شما سختی برای یه کار بکشی بعد بیای بعد از مثلا 20 سال بعد توی همچین فضایی مردم عشق بهت بدن، دوستت داشته باشن، برات کف بزنن، این تمام خستگی رو به میبره و باعث میشه که من به نفرات بعدی خودم بگم آقا تا اون لذت رو تا اون سختی رو نچشی اینجا برای دست نمیزنن. میدونی؟ واقعا همینه. آره یعنی اینی که شما بتونی یه جوری پوست بندازی این سختی ها عبور کنی بشینی تو تک تک دل تمام مخاطبت کار بسیار سختیه و خدا رو شکر میکنم که تو این 20 سال هنوز به جایی رسیدم که هنوز مخاطب احساس میکنم که نمیگه دیگه برام بازی نکن، چون به نظرم آخرین روز یعنی مرگ یه هنرپیشه موقعی که مخاطب بگه دیگه نمیخوام برام بازی کنی و این خود بازیگر میفهمه که دیگه دوستت نداشته باشن، مسیر رو اشتباه رفته باشی، انتخاب اشتباه و و هزار تا چیز. خدا رو شکر میکنم که الان دارم وارد دهه سوم بازیگری میشم، احساس میکنم هنوز مخاطب هنوز کوچولو هستم. معلومه کامبیز. خدا رو سر تو خیلی بازیگر خوبی هستی، خیلی هم گرم و دوست داشتنی هستی واقعا. تمام کارهایی هم که بازی کردی خدا رو شکر هم انتخابت اینجوری بوده، هم شرایط اون فیلم اینجوری بود شده که تبدیل شدن به کارهای دیدنی دوست داشتنی واقعا. خدا رو سر زمان. آره واقعا ماشاءالله. به نظرم تشکر کنید. مرسی. خیلی ممنون. و واقعا اگر اینجوری که تو داری میگی عاشق کارت نباشی قطعا انگیزه هات کم میشه، دقتت کم میشه، حساسیتات کم میشه، بعد شروع میکنه خطا کردن و تعداد خطاهات که زیاد بشه اون اتفاقی خدای نکرده میفته. بله خدا حفظت کنه. قربونت. مرسی. آموزشگاه بازیگری داشتی تو شمال یادمه؟ بله. کجا؟ رشت بود؟ رشت. آره چی رشت. شد؟ توی تایمی یه برهه‌ای از زمان من احساس کردم که شاید خیلی‌ها نتونن برن دانشکده، چون من همیشه به همین گفتم برین دانشکده بازیگری، همون راهی که خودم رفتم. احساس کردم که شاید بتونم یه پلی باشم بین استادای خودم که به من درس دادن و جوانایی که دوست دارن این کار رو و نمیتونن بیان تهران و نمیتونن حتی دانشگاه برن. این بود که به سرم زد که برم توی شهر رشت که به هر حال مرکز استان بود، یک فضایی رو ایجاد بکنم که از استاد رویا تیموریان خواهش کردم که هر هفته تشریف می آوردن خانم تیموریان و به بچه ها درس می دادن و بعضی از کلاس ها رو خودم هم می رفتم سر کلاس می شستم، چون برای خودم هم دوره بود، تمرین های بیان، نمیدونم نمایشنامه خوانی، تحلیل کاراکتر و و چیزایی که سالها گذشته بود ازش، خودم هم می رفتم دوره می کردم. خیلی دوران لذت بخش بود، دوست دارم استودن سر و کله زدن با قشر هنر. چی شد؟ تعطیلش کردی؟ بعد از 2 سال احساس کردم که دیگه از کار اصلیم جا موندم، نمیتونستم دیگه ول کنم اونجا رو، مجبور شدم که تعطیلش کنم و بیام تهران. و تو بوتون بچه ها بچه که استعداد داشته باشه خیلی؟ 2-3 تاشون خیلی با استعداد بودن و الانم خیلی توی شبکه باران تو همون استان خودشون خیلی فعالن، سریال بازی میکنن، کار میکنن، تئاتر میبرن. آره دمت گرم و دم اونم گرم. آقای شاه حسینی هدایای کامبیز عزیز رو بیار لطفا. خیلی ممنون که اومدی. قربونت. دمت گرم که دعوت کردین و خیلی دوست به ما خوش گذشت. خیلی منم خیلی کیف کردم. آره راحت و باحال. آره بخاطر که اینجا یکی از اون جاهایی که ما همیشه تو مصاحبه‌هامون مواظبیم، نه اینکه بخوام ادا در بیاریم، مواظبیم که به هر حال اون پرسونای بازیگریمون به هر حال حفظ بشه. اینجا یکی از اون جاهایی که آدم رها میکنه خودش و این لذت بخشه. خیلی هر چقدرم مهمان ما این کار رو راحت‌تر انجام بده و با از صمیم قلب خودش رها بکنه، خیلی بیشتر تو دل مردم میشینه. من هدایامو تقدیمت میکنم از آقای ابوالفضل ضروری نصرآباد، خاطرات حسن علی خان مصطفی و هدیه اسپانسر برنامه سپاس. و این لوحمون که خیلی برامون عزیزه، خیلی دوستش داریم و عاشقانه تقدیمت میکنیم. برای منم عزیزه. لطفا یه جای بذار که ببینیم. حتما. سپاسگزارم از لطفتون. خیلی متشکرم. به نمایندگی من شما رو میبینم.
منم به نمایندگی شما متشکرم. خودم داشتم. خیلی سپاسگزارم رام بود. سلام خیلی برسون به خانواده. قربونت برم. دختر قشنگ رو از طرف ما ببوس. قربون شما برم. خیلی ممنون که پذیرای من بودین. منو تو جمعتون پذیرفتین. چکرین و من بیننده پرپاقورستون بودم، هستم، خواهم بود. دمت گرم. خدا حفظت بکنه. هر جمله دلت میخواد به هر کی بگی، عاشقانه، خبر، هیچ چیزی در اختیارتون. دوستتون دارم مردم ایران. شما مردم نازنینی هستین که افتخار میکنم که تو کشوری دارم کار میکنم که شما مخاطب من هستین. تا وقتی که شما دوست داشته باشین من براتون بازی میکنم با تمام وجود. مخلص. مخلص. خدا. دوست قشنگم رو بهتون معرفی میکنم، جناب خان. ماشاءالله. رامبرد جون بودو بیا اینجا بوست کنم، دارم دیوانه میشم. ببین اصلا منتظر این لحظه بودم. باور کن دارم میام. یه موسیقی چیزو بزن، راکی رو بزنیم.
موسیقی راکی راکی؟ آره باشه بزن بزن راکیه بزن به پرتو بغلو اسلو موشن دارم دلم برای تنگ شده بود حالم خوبه رامبود خدا رو شکر فول انرژیم در طول این همه سال اولین بار بود گفتی بیه ماچ بکنی من بگرم رامبود فول انرژیم میگم ماشالله به تو فول انرژی باش رامبود بیام حلوات کنم الان میگم فول انرژیم دماغت رم تو دهنم دماغم دهنی شد دوباره آره. کسی دماغمونه نخوره دهنی شده یو بگم بگو رامبود حالم خوبه دستا گرمه بله دستا گرمه بله ماشاءالله 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 ای جان برگرد راحت نگاه کن ای کاش فقط چارخونه تنش نبود چی؟ چارخونه تنش نبود فقط حالا ایشالا تو فرصتی که شد لباس تو عوض کن آره عزیزم لطفا عوض کنیم چارخونه نپوش خب رامبود بگو. رامبود ها. اصلا آدم یه کار خوبی که انجام میده یه کار خیری که انجام اصلا گاه سبک میشه واقعا همین قبول دو... کیا قبول دارن کیا قبول دارن هممون خدا دست بزنید برای کارهای خوب هممون ماشاءالله به من بگو تو همچی کاری کن تو مدام از این کارا میکنی یعنی رامبود تو مدام داری کارهای خوب میکنی صبح تا شب دارم خیر میپاشم واقعا آفرین کار خوب دارم میپاشم واقعا آفرین دارم پرونده خودمه برای ایشالله بعد از مرگ هی سبک و سبکتر میکنم باریکلا بهشت دارم برای خودم میکنم ایشالله 200 سال دیگه یه بار دیگه بگی 100 سال دیگه میبافمه دیگه هیچی عزیزم 100 سال خودش خیلیه خیلیه برای مکن باید تو الان 50 سالت خیلیه باید مکن تا احتاج خیلی نیست خیلی خب بگو آره چی کار کردی برامون بگو رامبود. برامون بگو به ما یاد بده بذار ما یاد بگیریم کار خوبی که تو میکنی چه شکلی هست دوست ندارم ریا بشه ولی برای ای که الگوی بشم برای هموطنهای خیش میگم آره واقعا این کارو بکن هممون دقیقا گوش میدیم بله رامبود مو یک دختر پسری که دوست داشتم با هم ازدواج کنن با هم برسن دستشون گذاشتم تو دست هم باری که الله چه کار قشنگی کردی خدا یا 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 طبیعی هم هست بله. قبلش میگن بری خب این دو ما چی کارا از سلامت اخلاقی داره نون سلامت مالی داره بله من معمول کن گفتن جناب خان ما بهت اعتماد داریم تو برو یه تحقیقی بکن میدانی آفرین من رفتم تحقیق کردم خدا رو شکر خدا رو شکر پسرم یک پسر محجوب سلامت و گل امشب هم دیگه عروسیشونه خدا رو شکر بابا. با خدا آرام ایشالله همه دختر پسرها با هم برسن رام ایشالله یعنی رامبود از این پسره برات نکن مرد رامبود جان قبول داری مرد باید دست به آچار باشه مرد باید دست به آچار باشه فنی بلد باشه بله تو خودت بلدی مثلا یه لامپی خراب میشه درستش کنی در حد لامپ عوض کردن لامپ بله ولی خیلی دست به آچار نیستم ولی مرد باید باشه این پسر مو زیر نظر گرفتم رامبود خب با خدا هنرمند یعنی یه گیره سری دست گیره سر دیگه چیه توی خیابونیمو نگاه کردم با این گیره سر حداقل در 10 تا ماشین باز کرد فوق العاده مینداخت تپ 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 در باز میشد تو اصلا بگی این در خراب میشد هیچ
یه دقیقه میرفت تو مثلا این ضبط صوتی آروم میذاش فنی فنی میذاش تو چیز میرفت تو بگی یک ذره این ماشینا آسیب میدید نمیدید گفتم گفتم پسری که بتونه خونواده بگردونه همین پسره ماشاءالله داره به خدا بلند بهش بگین ماشاءالله نه یه لحظه اجازه بدین خب عالی بوده گفتم خب یه لحظه صبر کن جان جان این کاری که ایشون میکرده فنی کار فنی با گیره سر بله. در ماشین باز میکرده بله. بعد ضبط صوت در می آورده بله کاملا فنی دست به آچار آب تپ 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 به این چی میگیم ما اصولا کار خوبیه فنی میگه کار خوبیه بله حاج آقا حاج آقا میدونی حاج آقا قبول داری مرد باید اهل ورزش باشه بله مثلا اصلا رام بود خدا هر ماه یک روز چند نفر رو با خودش ور میداره میره کوهنوردی این دست نداره ماشاءالله داره خدا خب همش هم میرن تو کوههای سخت رام بود کوههای سخت مرزی 7-8 نفر رو با خودش میبره تنها برمیگرده عالی اونا رو ول میکنه میگه رو پای خودشون با وایسن مثلا کسی مشکل داشته باشه اینا رو میبره تو کوه این به عنوان تمرینه نه میبره تو مرز دیگه اونا رو بر نمیگردونه آره خب این به سب کنید جان این یعنی که آدما رو غیر قانونی از مرز رد میکنه تهمت نزن برچسب و آدما نجسب خب آخه این جگه چه کاریه نفر یه کونوردی دوست داره کونوردی دوست داره کونوردی دوست داره خب بگو رامبود بله قبول داری ما تو ایران خودمون یه طب سنتی خوب داریم بله قبول داری خیلی از بیماری آبایی حل میشه چیا با این حل میشه خیلی از بیماری آبایی حل بله، میشه بله بله این هم قبول داره رامبود بله. هر وقت مثلا بی حال میشه خسته میشه یه دارو گیاهی داره تو جیبش میندازه تو چایی آروم با انگوش حل میکنه میخوره رامبود به قدری حالش خوب میشه بعد این جریان اصلا تو انگوش شارژ میشه تو فکر کن این مرد بالای سر یه خانواده باشه آدم خیالش راحته بابا. مثل کوه بهش تکیه میکنه جان نه اتفاقا جان. داره چی؟ اتفاقا نه اون چیز نه. گیاهی نه. یه ماده مخدره دیگه ما اینا شما دیگه اوقت تخصص ندارم وارد رام بود ولی فکر نکن کسی که فقط توی طب سنتی بلده به پزشکی مدرن هم بلده این مثلا بهش آمپول میدن نمیره دیگه مثلا بگه آمپول زن بزنه خودش خب. یه کشی میبنده دور بازوش رگشو پیدا میکنه بعد این دوتا میزنه روشی طوری بعد این سرنگی قشنگ تزریق میکنه عالی اونم که میزنه این همون طب سنتیه بود ای هم سر حالش میاره این مردیه که میشه بالای سه دکتر فامیل ما وایسه بابا اینه ما میخوان تو در زندگی جان. اونا رو نابود میکنی چرا نابود میکنی؟ تموم بکن تا بهت بگم رامبو جان بله مرد پس فردا پدر میشه باید یه رابطه خوبی با بچه ها برقرار قبول بله. داری؟ بله بله خیلی خیلی, خیلی. رامبو یه بچه که از پدر مادرش جدا میشه و پدر مادر نگران این بچه میشن خب قبول داری میلیارد ها ارزش داره که این بچه به پدر مادر برگردونی کاملا اصلا با پول میشه سنجیده اصلا واقعا قابل سنجش نیست هیچ ما کنار این بودم داشتم نگاهش میکردم زنگ زد گفت اگه بچتونه میخواین 50 میلیون بریزین به این حساب و کسی هم نباشه اونجا ما ناراحت میشم کسی دیگه با شما باشه نمیخوام ریا بشه فقط با 50 میلیونی بچه برگردون به دامان خانواده این دست نداره وجدانن ماشاءالله آقا طرف گروگانگیری کرده جان دست داره این گروگانگیری اسمه تهمت نزن بچه به دامان خانواده برگردونده جان آقا تو عزیز من تو دختر فامیلتون رو دادی تو دست شیطان ولکو بابا ولکو عزیز دلم دیگه رو حرف ما حرف نزن بچه دزدی کرده این رامبو جان شیطان گل و گیاه نگه میداره شیطان با گل و گیاه مهربونی میکنه نمیدونم رامبو با خدا تو بالکن خونشون چند تا گلدون داره هی به اینا آب میده باشون حرف میزنه با خدا اسم گذاشته روشون چی میگه؟ هی میگه ماری جونا بزرگ شین ماری جونا چی طوری با گل و گیاش برخورد میکنه اینقدر مهربون ما اصلا این صحنه که دیدم با خدا گله گله عشق
گفتم قربونت برم ماری جون آمان بد فهمیدی خدایی چرا بد فهمیدم حسیست دم اونم یک ماده مخدر مصرف اصلا نباید استفاده فکر سیاه چیه تو سر تو بابا فکر ست... من فکرم سیاه نیست تو خیلی بد فهمیدی قضیه رو رامبو تمام کاره که طرف میکنه کاره غیر قانونی و غیر اخلاقیه بابام میام برات تا چی بابا آدم مردم دار رامبو مردم داری چجوریه صبح تا صبح بلند میشه میره تو پارک وای میسته هر کی مشکل داره هر کی خسته است هر کی درد داره میاد این هم مخفیانه بهش کمک میکنه یه بسته های کوچولوی داره تو جیبش آروم میذاره تو جیب اونا اونا اینه که میگیرن خوشحال سب. یعنی مردم داریش بود که رام بود مهر تایید زد قبول داری؟ نه طرف پخش کننده موادم هست حسادت میکنه جوانای مردم رو داره نابود میکنه اصلا همه اونا که میمونن تو پارک میگفتن این آقا شادی بعد از گلش خیلی معروفه گفتن تا گل میزنه اینقدر شاد میشه بالا پای میپره جان همه رو بد فهمیده خب دیگه چی؟ هیچی دیگه ما فقط دوست داشتم که این خانواده دوست و خانواده دارم باشه که خدا رو شکر بود یک ساعتی که ما پیش ای بودم رام بود حداقل 6 تا از دختر خالهاش بهش زنگ زدن جان هی اسم افتاد رو گوشیش دختر خاله 1 دختر خاله 2 دختر خاله 3 ای قدم مهربون با اینا صحبت میکرم ای قد خانواده دوست آقا جان هی اون کار اولی یه لحظه گوش جان. کن اون کار اولی که میکرده خواه. با سنجاق در ماشین باز میکرده فنی. داشته دزدی میکرده خب این که فنیه ای هیچی نه فنیه چیه خواه. آره کار فنیه ولی در راستای یه کار خلاف داشته ضبط ماشین مردم رو میدوزید بله بله بله, بله. اشکال نه انشاءالله حسادت از همه دور خدایا حسادت از بندگان دور کن بعدیش چی بود؟ کار جان. بعدیش چی بود؟ کوه نوردی میکرد آها اونم یعنی قاچاق میکرد یعنی آدم ها رو بدون اجازه قانونی از مرز رد میکرده بین اونا میتونست آدم کش باشه میتونست آدم های بله مختلف بله. باشه خدایا نه. تنگ نظری و از همه بندگان دور خدایا خب کار بعدی چی بوده؟ به سنتی چایی آها اونم بهش اونم که حالا چرا یاد نگیرن تریاک اون منو نگاه کن جان. اون یک ماده مخدر نباید مصرفش کرد باشه باشه خدایا خدایا همه بندگان تو ببخش به خصوص ایران بود و اون یکی کاره اونم هروئین بوده تزریق میکرد تو دستش این کارم نباید کرد الهی آمین اون یکی چی بود؟ جان اون یکی کار چی بود؟ گلوگیا پرورش گلوگیا عزیزم گلوگیا پرورش دیگه دیدم. ماری جونی چه اشکال ماری جونی. جونی عزیزم اون ماری جواناز اونم ماده یه که نب اونم غیر قانونیه شما قانون گذاری؟ ببین اینم غیر قانونیه بعد اینکه اینا رو مصرف میکنه و اینا کاره بدیه بعد این که من نگاه کن جان. مواد پخش میکنه میذاره دستشون یواشکی و اینا این ماده الو 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 جان آقا اون سلامت باشی خب بچه فامیلت نجات بده چه صدای دست و شپکی هم میاد مبارک باشه جان چی شد ریختن بردنش آها حبس ابد بله با اعمال شاقه بله وقتی کسی اینقدر کار خلاف میکنه باید بگیرنش اب نداره اب نه جان دخترتون چی شد سکته کرد دخترتون ولی چی؟ شما مقصری یا من چرا زود قضاوت شما مقصری یا جان اونا به تو اعتماد کردن بری تحقیق کنی تحقیق اشتباه جان بود بزادم با تلفن گذاشتی کف دست دارم الو الو بزنم. تحقیق گذاشتی مزخرف گذاشتی کف دستشو تبدیل شده به این مادر بزرگ عروس فوت کرد بفرما چرا؟ رو چه حساب؟ ها پای خودتونم گیره؟ باشه پس دیگه روی شماره به ما زنگ نزن لطفا قربانت سلامت باشی فدا تقصیر خدافظ ماری جونی خدافظ خدافظ ماری جونی جان اخ واقعا دیگه شورش در آوردی عزیز من مقصر نگاه کن جان. این مقصر شمایی باشه باش باش خودت کار خیر نکردی عقب افتادی الان به مداری گیر میدی اگه همچی کاری کار خیر 100 سال نمی کنم از این کارا صورت جان جان چیه چی شد به من چی گفتی گفتم دستتو بنداز نه یه سی بعدش گفتی هیچی گفتم ما شما رو خیلی دوست داریم خیلی چی باید میگفتم گفتی صورت این صورت چه اصطلاحیه صورت چه اصطلاح صورت دست آرنج نه 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 چه اصطلاحیه گفتی دستت بنداز صورت خب دستت بنداز آرنج مشکلی داره مثلا دستت بنداز گوش
نه اون صورت یه چیز تحقیرآمیز توهین‌آمیزی توش داره. نه بابا که یعنی مثلا صورت زشت، صورت داغون، صورت مثلا پیرن صورتی. دل منو بردی جان. بریم میخواییم خدافزی کنیم. نکته نداری؟ چه نکته ای؟ من خواهش میکنم تمام نکاتی که ایشون گفتن نکات غلط و بدیه. اگر بهتون مسئولیت میدن که یه وقت برای کسی خانواده تحقیق بکنین، اینا همش غلطه. کسی این کارا رو میکرد نباید بیاین بگین نه همه چی درسته. مردم ایران خودتون قضاوت کن، خودتون دیگه شاهد بودی، خودتون قضاوت کن. مردم ایران آدمای باهوشن، خودشون متوجه. باشه باشه باش. بریم خدافزی میخواییم بکنیم. سلامت باش. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم. حاج آقا پشت کتتون چروک شده. حاج آقا پشت کتت چروکه. نه خیلی هم خوبه. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی آه. جان شما خیلی کتتون. عزیزین آه. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی آه. جان نگفتم با هم نگفتیم؟ نه با هم نگفتیم. بعدم یه چیز دیگه داری میگی. صوت چرا میدی بیرون؟ میگم خیلی. چی بگم؟ بگو خیلی. خیلی ما شما خیلی سم. خیلی شما خیلی آه! درست لیاقت شما خیلی بیشتر از ایناست. خیلی آرزو میکنیم در کنار خانواده راضی و پرروزی باشید. آقا ول کن ایشونو. آقا پشت کتت عرق کرد یه رده سفیدی افتاده. آرزو میکنیم در کنار خانواده راضی باشید، پرروزی باشید، سلامت باشید. ان شاء الله همه مریضام از بستر بیماری بلند شن. مخلصیم. رو به اونجا میگیم شاد باشید. همه بگردین رو به اونور. 1 2 3 شاد باشید. We'll be right back.